هدف ما از چالش سنگ این بود که بتوانیم در عرض یک ماه صدای خودمون رو به ایرانیای سرتاسر جهان برسونیم. اما با قدرت شماری استارتی ها در عرض 9 روز چالش سنگ کاری کرد که کل ایرانی ها در داخل و خارج فهمیدن اپوزیسیون قدرتمند میلیونی به نام ریستارت موجود است. هدف از چالش آتش جهانی شدن ماست. ما باید در چالش آتش کاری کنیم که جهان نام اپوزیسیون ریستارت را بشناسد. بهتون تبریک میگم ریستارتی های عزیز و گارد ویژه، به خونه های خودتان برگردید، مگر اونهایی که من یواشکی دارم بهشون میگم چه کارهایی رو انجام بدن. استرات کامل برای آماده شدن با هدف چالش آتش. ببینیم که در چالش آتش چند روزه جهانی خواهیم شد. خوش آمدید به 78 برنامه شب بخیر ایران. تا 90 فقط 12 مونده و 90 کلید کشور. اگر همین جوری که خوشگل بابا هستین و قدرتمند ادامه بدید، رومیز خواهد بود. Welcome to شب بخیر ایران my friend. Welcome. خب خیلی خوش آمدید. هدف چالش سنگ این بود که ریستارت کل ایران رو فرا بگیری که گرفت. و همین خاطر اسم ریستارت، افکار ریستارت توسط خود رسانه‌های داخل و خارج پخش شد. یعنی کل ایرانی ها الان موضوع رو میدونن. هدف دوم ما از چالش سنگ تا چالش آتش این بود که مغز فرماندهی جمهوری اسلامی رو بریزیم به هم و این کار رو داریم هنوز ادامه میدیم. برای همین بعضی ها که در تماس هستن من بهشون میگم آقا مثلا برو فلان جا رو آتیش بزن یا فلان جا رو سنگ بزن یا فلان کار رو انجام بده. این برای اینه که جمهوری اسلامی مجبورش 3 شیفت نیرو بذاره. همین که 3 شیفت نیروی 3 تا 8 ساعت بعد بذاره، تحلیل میره، مغزش میریزه به هم، آدما خسته میشن. الان مثلا فرماندهای بسیج که با هم جلسه گذاشتن موجب شده که تمام بسیجی‌ها تو خانواده‌شون دارن میگن کجا میری، میگه باید برم فلان جا. چرا ریستارتیا ممکنه بریزن به هم؟ کجا میری؟ بانک‌ها. چرا بانک‌ها داره میریزه به هم؟ کجا میری؟ دارن میرن مساجد مراقبه. چرا ریستارتیا ممکنه مسجد آتیش بزنه؟ پس با کلمه ممکنه هر مسجدی در کل ایران بره رو هوا، با کلمه هر مدرسه شیشاش ممکنه بریزه پایین، ممکنه هر مکان دولتی به زودی آتیش زده بشه، ماشین نیروی انتظامی آتیش زده بشه یا اتفاق واسش بیفته، با همین احتمال 3 شیفت مجبورن اینا نیرو بزنن. اینا کلا 200-300 نفرن. مگر ننش هم بیارن؟ یعنی بعد خانوادگی احمق باشن در بسیج، که اصولا 1-2 نفر در خانواده های بسیجی ممکنه ابله باشن، همشون نیستن. پس نیرو دیگه ندارن. تحلیل میره جمهوری اسلامی. چرا این کار میکنیم؟ چون با تحلیلی که به اینها میدیم و با
24 ساعته باید بیدار باشن، مراقب باشن، میترسن و در لحظه چالش آتش نیروهای ما چون هر جایی رو میتونن آتش بزنن، اینها نیرو ندارن که هر جای ایران بذارن. کلن اینا میتونن مراقب مساجد باشن، اونم همه مساجد نه. دیدید که مراقب بودن و جمع کردن و نیرو گذاشتن داد رو هوا. حالا دلت میخواد کدوم مسجد؟ شما اصلا اسم مسجد بیار 5 تا شما نشون بدیم من مسجد بره رو هوا، که حالا بعدها بدتر میشه شما خبر ندارید. پس جمهوری اسلامی نمیتونه همه جای بانک‌ها و مکان‌های دولتی و تمام جاهای مساجد و اینا نیرو بذاره. تو مدارس هم براش مهم نیست نیرو بذاره، مثلا ملت براش مثلا زیاد مهم نیستش که جمهوری اسلامی نیرو بذاره تو مدارس، به همین خاطر جاهای دیگه میذاره. در چالش آتش مدارس کلاً حذف میشه و 3 جای بسیار مهم بهش اضافه میشه که خواهیم دید. پس کاری که انجام شد کاری بود که انجام میخواستیم بدیم، انجام شد، به نتیجه رسیدیم و هدفمون رو بهش رسیدیم و پیروزیتون مبارک باشه. به تک تک شما هم خسته نباشید میگیم و دوستتون داریم و بدونید که من هم جامپ کردم. من واقعا فکر نمیکردم 9 روزه، واقعا واقعا فکر نمیکردم 9 روزه، فکر میکردم 20-25 روز طول میکشه جواب دادن این چالش سنگمون. تحلیل جمهوری اسلامی نکته مهمی بود که وندتاهای ما و گارد ویژه‌های ما در ایران از خانوما آقایون مجبور میکنن که اینها مثل بز 24 ساعت پاسداری بدن. این کار خوبیه که ما تربیتشون کردیم که یک پاسداری بدن، دو اینکه صبحا بلند میشن، صبح زود بلند میشن، همش خواب بودن دیگه. و ما استارتیا آرامش دشمنمون رو داریم ازش میگیریم تا برسه به چالش آتش. چالش سنگ، چالش مسالمت آمیزی که جهان نمیتونه ریستارتی ها رو بگیره، کمان که دید در آلمان، در استرالیا، در انگلستان، در نروژ، در سوئیس، در یونان، در هر جایی که وندتاهای ما عمل کردن، حتی در آلمان که 2-3 بار این اتفاق عظیم افتاد، به سرعت سفارت ایران اعلام کرد که ما از آنها شکایتی نداریم و به سرعت هم آزاد شدن. نکته عمیق اینجاست که ما مسالمت آمیزیم. یعنی چی؟ یعنی خون از دماغ کسی نیومده پایین، سر کسی نشکسته، کسی کشته نشده، هیچ اتفاق خشونت آمیزی برای این که بعدها دسیسه علیه ما تولید کنن ایجاد نشده است. همین به نظر من کافیه که تویی که داری مصاحبه ها، متن ها، مطالب اپوزیسیون های خارج، داخل، روزنامه ها، تبلیغات اینا رو میخونی بفهمی که آقا مسالمت آمیز با سبک جدید فیزیک و ریاضی و شیمی و هوش در ریستارتی ها، یعنی ما یه جوری داریم با دیکتاتور مبارزه میکنیم که اون دفعه هم بهتون گفتم چند سال آینده کسانی که میخوان روبروی دیکتاتورشون وایسن از چالش های ریستارتی ها استفاده خواهند کرد و شاید همانند یک کتاب مبارزه با دیکتاتور بیرون بیاد. این قدرت شماست و این نیروی شماست و این اتحاد بسیار قدرتمند شما ریستارتی است. چندین بار تکرار کردم بیشتر از 2 نفر نشید، 3 نفر نشید، با هم حرف نزنین، سعی نکنین با هم ارتباط برقرار کنین، به خاطر اینکه هر کدوم از شما رو که بگیرن 2 نفر لو میره، 3 نفر لو میره. به همین خاطر حتی اگر کسی شما رو پیشنهاد داد که وارد فلان جا بشید نشید. شما تمام چیزهایی که مربوط به جمهوری اسلامی است از اپ‌های گرفته تا هر چیزی که اونا دارن تبلیغ می‌کنن با از صفحه گوشی‌هاتون، موبایلاتون پاک کنین و بسیار با فکر و خرد برخورد کنید و بدونید که آن چیزی که در کانال تلگرام ما گذاشته میشه فقط مورد تایید ماست. چرا؟ به خاطر که جمهوری اسلامی الان داره تلاش میکنه با حرفایی که زده شده تمام بسیجی ها رو جمع کردن، سران بسیج اینا صبحای زود بعد بلندشن جلسه بذارن و میتینگ های بسیار زیادی گذاشتن که آقا بتونن یک کاری انجام بدن راجع به تصوف و ریستارت و عرفان و اینا که دیدید که در تمام خبرگزاری ها زده شده. اما کاری که اینا میخوان بکنن اینی که میخوان یه حرکتی انجام بدن و مثلا یه جایی رو آتیش بزنن یا یه نفر رو دست و پاشو بشکنن، یه کاری بکنن و بگن ما ریستارتیم، یعنی با جمله ریستارت ما رو به جهان
تروریست معرفی کنن. این خیلی نکته مهمیه و هم خود تا تاییدیه کانال تلگرام شومن وان نبود و من اعلام نکردم تحت هیچ شرایطی شما رو استارتیا تبلیغ شده از صفحات مجازی نیروی هوایی مخصوصا نکنید اصلا. گارد ویژه نیروی هوایی باید بسیار دقت کنید، چون اینها ما نمیدونیم. منو گرفتن ممکنه دروغ باشه، منو گرفتن ول کردن ممکنه دروغ باشه، من اصلا کلا ول کردن بازم دروغه. باید ببینیم که چه جوری. حالا ممکنه که چند نفر گرفته باشن که من هم میدونم و ولشون کردن و آزارشون کردن. کلن رفتار ما رفتار گاندیواریه و همین خاطر کشورهای دیگه هم نمیتونن کاری کنن. یعنی دولت انگلستان نمیتونه به دولت آمریکا فشار بیاره من اینجا بگیرن، مگر قضایی درست کنن. میدونی مثلا دارم تو خیابون رد میشم، یکی مثلا یه دختری اومد میگه خیلی به من نظر داشت منو بگیرن. حالا بیا ثابت کن تو تصوف و عرفان دختربازی آزاده، کی گوش میگنه؟ شیخی میگنه. نکتهش اینه. یا مثلا میگن آقا فلان جا پول فلان اون من فلان، این کاری کنن که اینجوری مثلا بیان یه جوری فضای قضایی درست کنن، وگرنه همچین کاری نمیتونن بکنن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. و گارد ویژه ما آماده تر از این حرف هاست و مطمئن باشید که هر اتفاقی که بیفته جهان را به آتش خواهند کشید. این رسما دارم اعلام میکنم که بدونید با هیچ کی ما اینجا شوخی نداریم. هر کسی که با جمهوری اسلامی هست دشمن ماست. ما یه برنامه رفتیم به نام هخائیسم. اوه 7-8 ماه پیش برو توی تلگرام گذاشتم دوباره گوش کن. تمام حرکت‌های جمهوری اسلامی رو که می‌خواست 8 ماه بعد یعنی در این تاریخ انجام بده ما 8 ماه پیش توضیح دادیم. اصلا عصبانیت جمهوری اسلامی اینه که میگه آها این هر چی اینا گفتن درست شده. و چقدر اپوزیسیون ریستارت باهوشه، یعنی درست کاری رو که ما می‌خوام 7 ماه بعد بکنیم اپوزیسیون میلیونی ریستارت اعلام کرده به ریستارتیا. یعنی گفتم که اسم ما رو بغل گروهکای کوچولو میزنن، عکس منو میچسبونن بغل یه عکس دیگه، وای این دوتا میخوان رژیم رو عوض کنن. نه، این دوتای وجود نداره. ما برنامه هخائیسم رو رفتیم. هخائیسم میگه من میام نجات میدم کشور رو. من اینو نمیگم، من میگم خار مادرتون توسط اپوزیسیون ریستار رو هواست. هیچ ربطی به این موضوع نداره که شما ما رو بچسبونید. ولی یکی از کارهای دیگری که جمهوری اسلامی میکنه الان باید این کار انجام بده که 8 ماه پیش گفتیم، اینه که بیاد و ما رو بچسبونه با اپوزیسیون ها و گروه های دیگه و بگه که آهای اینها میخوان رژیم رو عوض کنن. یک دلقه که شومنی به نام ترامپ میخواد رئیس جمهور آمریکا شه. میگفتن دیگه همین بی بی سی، همین شبکه من و تو، همین شبکه های رسانه های داخلی و خارجی، همین رادیو فردا که الان البته ما خیلی نفوذی داریم توی رسانه های یادت باشه، فکر نکن یعنی بیخ گوش رادیو فردا بچه های ریستارتی وجود دارن که میبینی بعضی خبرها میاد بیرون، یعنی حتی برای اخراجشون هم حاضرن که این کارو بکنن. دلقکی به نام ترامپ، یک دلقک شومن مسخره بشه رئیس جمهور، هیلاری کلینتونه به چسب که خاندانش سیاسی هن. همین جمله رو اون دفعه بهتون گفتم. قاجاریه میگفت، میگم ما 300 سال اینجاییم، نفوذی داریم، این همه بچه از نواهامون فرستادیم دانشگاه ها درس بخونن که حکومت داری یاد بگیرن، اون وقت یک آدم قد دراز نمیدونم قلدر بچه جنوب شهر نمیدونم آلاشت میخواد بیاد ایران رو بگیره و دیدیم رضا شاه گرفت کشور. تصوف هر وقت میاد هر کی رو بخواد شاه میکنه، هر کی رو بخواد عوض میکنه رژیمشو، هر کاری بخواد میکنه، هر کاری بخواد بکنه میکنه و هر کاری که دلش میخواد میکنه و این کارو میکنه. اینو فراموش نکن. تازه عوض کردن رژیم ایران خیلی ساده است. اون دفعه بهتون گفتم واقعا اگر دوران شاه اسماعیل یکم صفوی بودیم و یک کشوری که به نام ایران بود، یعنی در اصل اون موقع 15 تا 20 تا کشور بود ایران. عوض کردن اون موقع من نمیدونم چه جوری این ریاستارتیای اون موقع رژیم رو عوض کردم. واقعا من نمیدونم. عرفان و تصوف خیلی دوست دارم که بدونم که چه قدرتی آخه پشت اینه که این کارو بتونن انجام بدن. 3 نفر تصمیم میگیرن و بعد از مدت خیلی کوتاهی کل کشور میشن ریاستارتی و تصوف و عرفان. یک قدرت هم بیشتر پشتش دیده نمیشه و اون هم اون خوشگله عزیزه که بهش میگن انسان کامل. دلش بخواد با 2 تا سیم دنیا رو عوض میکنه و تو دهنی محکمی به رسانه های میلیون دلاری جهان و حکومت ها و ریاست جمهوری ها میزنه که بگه آقا من هر کار دلم بخواد میکنم، من به هر چوبی بگم اسرای موسی میشه.
و به هر آدم بی سوادی میتونم موساش کنم و ممکنه سیاستمدار نباشه ولی میکنمش پادشاه دانایی، سیاستمدارش میکنم، قویش میکنم. این همه کارا رو اون میکنه. اما راز بسیار مهم اینه که شما ایرانی ها از کجا باید بفهمید که کی رژیم ایران عوض میشه؟ آیا رژیم در حال تغییره؟ بسیار ساده است. نمبر وان، نگاه کنید ببینید که تمام رسانه ها یک سال شما زحمت کشین روی استارتیا، خبری از شما نزدن، اما در یه تاریخی که چالش سنگ بود توش و خب دیده میشد در جهان و هیچ کاری نمیتونستن بکنن و خصوصا حمله به انگلستان، آلمان، استرالیا صدا رو داشت بلند میکرد، به همین خاطر اینها مجبور شدن که تبلیغ کنن. ولی خوب که نگاه میکنی میبینی اون موقعی که قرار بود حرف نزنن هیچکی حرف نزد، الان که حرف زدن همه دارن حرف میزنن. به نظر شما جالب نی؟ الان همه دارن حرف میزنن، اون موقع هیچکی حرف نزد، الان همه دارن حرف میزنن. این خودش یکی از نکات مهمیه که نشانگر تغییر رژیمه. یعنی رژیم گفته حالا که ما نتونستیم جلوی این اسب رستم رو بگیریم، جلوی این رخش رو بگیریم، جلوی این قدرت بزرگ ریستارت رو بگیریم، پس بذار ریستارت سدش داره شکسته میشه، بذار این سیل روانش روش سوار شیم و مشت تولید کنیم. و تمام زورشون رو زدن. فقط مشکلش اینه که 7-8 ماه قبل ما تمام راهکارهایی که بعدها اتفاق خواهد افتاد و زودتر گفتیم و ریستارتی ها باهوشتر از این حرفان که گول بخورن. نمبر 2، وقتی رژیم در حال تغییره که از داخل فروپاشی توش به وجود بیاد، میبینیم الان این اتفاق افتاده. یعنی هر فرماندهی ساز خودشو میزنه، یعنی نظام به چند قسمت تبدیل میشه که شعارش اتحاده ولی داخلش هیچ اتحادی وجود نداره. برای متحد کردن قوای شکست خورده و لتوپارش حالا مجبور میر حسین و کروبی رو آزاد کنه، حالا مجبور سیاستی رو به وجود بیاره که ببینه آیا میتونن همه رو متحد کنن، دشمنای خودشونو، یعنی اپوزیسیونهای مخالف خودشونو، جناهای خودشونو، نه شما ملت ایرانی که 90%ین، یعنی بیان اصلاح طلب ها رو که چند قسمت شدن همه رو بیان زیر یه چت بگن آقا حالا ببخشید دیگه ریستارت اومده رژیم عوض میکنه، بیان با هم صلح کنیم. ادبیات میبینیم که در داخل روزنامه ها داره تغییر میکنه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی چی؟ یعنی از داخل نظام فرو پاشیده، از هم پاشیده، اما شعارش اتحاده. پس اگه تو روزنامه ها همچین مطلبی رو میخونی بدون که نزدیک شده اپوزیسیون ریستارت، جنبش مردمی ریستارت به تغییر رژیم، نزدیک شدیم ما، یعنی رژیم ترسیده از تغییرش. قسمت بعدی چیه؟ اینه که هنگامی که رپرهایی که سعید امامی داده بیرون، هنرمندانی که سعید امامی داده بیرون، سعید امامی قاتل که خود بعضی از اصلاح طلبا میدونن لجنترین مرد تاریخ ایرانه، یعنی رپرها یهو یواش یواش شروع میکنن، خواننده ها، هنرمندان علیه ریستارت حرف زدن، اپوزیسیون های نفوذی جمهوری اسلامی هم در خارج دارن شروع میکنن از ما حرف زدن. همین اپوزیسیون هیچ وقت حرف نمیزدن، حالا همه حرف میزنن. اون موقع که میگفتیم تبلیغ کنید، شما میرفتید تو صفحه فلان هنرمند فریاد میزنید بگو ریستارت چی نمیگه، ولی الان برای تخریب همه چی میگه، زنش هم میفروشه، ننش میفروشه. چرا؟ چون نظام اینو آورده بالا که یه جایی ازش سود کنه. یعنی سعید امامی 78، تمام رپرها از 78 شروع شدن. تو برنامه های قبل توضیح دادم، بریم نگاه کنیم برنامه رپ و اینا رو. حالا چیکار میکنن؟ حالا این هنرمندانی، بازیگر سینما، هر کی که تا الان از ریستارت حرف نزده، حالا میبینی شجاعانه حرف میزنه. فلان بازیگری که خودش شبیه پیتریس پلیس میبینه، من شبیه آلن دل ولون هستم. حالا یه هنرمند میاد خودش شبیه شنگل بلن میدونه. این بزغاله هیچ وقت راجع به ریستارت حرف نزده، الان با عنوان دوست میاد میگه من نباید حسینی این کارو کنه. خب تو بزغاله کجا بودی تا حالا؟
هنرمندا تا الان از ما حرف نزدین، لطفا خفه شین دیگه حرف نزنین، مگر اینکه دل هاتون ریستارتی شده باشه. من هم دستتون رو میبوسم، ریستارتی هم دوستتون دارم. مثل آقای اصلانی حداقل وقتی که ازش سوال میکنن، فرامرز اصلانی میگه که چشم من فلان گوش میکنم، میگم نه. خیلی مهمه. حالا چهار تا جغل بچه کوچولو واسه خودتون آهنگ میدیم بیرون، برو ببین آدم هایی که بزرگ باشن، درخت هرچی بزرگتره سرش پایینتره. شما ریستارتی ها قطعا اگر به هنرمندانی که بزرگ باشن، واقعا از درون بزرگ باشن، راجع به ریستارت حرف بزنیم، قشنگ میگن ما میریم گوش میکنیم، یا خیلی میگن بله خیلی خوب شنیدیم، جنبش بزرگیه، موفق باشید، یا نه به دلایلی تو مسیجای خصوصی میزنن ما نمیخوایم حرف بزنیم راجع به ولی شنیدیم. یه آدم بزرگ هیچ وقت نمیاد تخریب شخصیتی کنه. پس این هنرمندا هم به زودی شروع میکنن. پس کی رژیم عوض میشه؟ نمبر 1، زمانی که رژیم از داخل پاشیده شده و شعار اتحاد اتحاد میده. اگر در روزنامه ها اومدن بگن آقا با هم متحد شیم، بدون که رژیم در حال تغییره. هر وقت که دیدی در گفتار رژیم راجع به اتحاد حرف زده، در کردار همه با هم درگیرن، میبینیم که روحانی با اون درگیره، این با اون درگیره، این یعنی فروپاشی 100% نظام. 3، زمانی که هنرمندها و خوانندگان، نویسندگان، اپوزیسیون هایی که تا حالا اسمشون نیومده، نبودن و یا خودشون رو طرفداران سلطنت، طرفداران ارزم به شما که بنیست، طرفداران جبهه ملی، طرفداران ملی مذهبی، طرفداران ملی، طرفداران فلان، آری و برزن به نگاهت، نگاهت توی لای کمان آرش، اینا سر باز میکنن و فقط حمله میکنن به ما. اینجا نشون بده که رژیم در حال پاشیده شده. میدونی چرا؟ ببین چند میلیون دلار هزینه کردن که شبکه من و تو رو بیارن که بتونن روحانی رو تبدیل کنن، یعنی پادشاهی پارلمانی آخوندیسمو به پادشاهی پارلمانی رضا پهلوی. وقتی لو رفت دیگه نابود شد، یعنی ساختار سلطنت طلبا ریخت به هم. وقتی اینها دیدن که، یعنی خامنه ای رفت رو هوا، هاشمی کشته شد و دیدن اوضاع وخیمه، اصلاحات، اصلاح طلب های حکومتی، دیگه حاضر شدن شبکه مناطق رو به گند بکشن، که کشیدن، اما از روحانی دفاع کنه. یعنی دیگه فرمول رفت کنار، یعنی سرهای دیگر این اژدهای بزرگ جمهوری اسلامی زد بیرون. اینا 500 تا 700 تا 900 تا سر دارن تو جهان، بعد بزنه بیرون. دیگه پول اینجا ملاک نیست. ما میبینیم که یک شبکه‌ای که میومد راجع به سلطنت طلبی به خودش حرف میزد و آزادی خواهی حرف میزد، رسما تبلیغ بنفش و روحانی رو میکنه. خیلی ساده است. پس هر وقت دیدید که راجع به اپوزیسیون یه سال آهنگ خوندن، هنرمندا حرف زدن، اپوزیسیون ها شروع کردن فوش دادن، بدون رژیم نزدیک تغییرش. خیلی ساده دارم توضیح میدم، به خدا خیلی ساده است. یه برنامه دیگه هم الان گذاشتم دوباره توی کانال، دوباره نگاه کنید، تلسم و جادو. هر زمانی که دیدید که تبلیغات گسترده شد، مثل همین چند روز پیش که رسانه ها زدن، این تبلیغات وقتی راجع به ریاست گسترده میشه، یعنی رژیم در حال تغییره. حالا چیکار میکنن؟ حالا اسمس شروع میکنن دادن، آقا اگر فلان کنیم میگیریم فلانتو میکنیم، یعنی ترسوندن مردم. یعنی این گزینه های تبلیغات، یعنی روزنامه ها، رسانه ها، تلفن ها، اپ هایی که میدن به زودی بیرون، یا کارهایی که میکنن، متحد الشکل تصمیم گیری میشه و اعلام میکنن که آقا مردم رو بترسونیم. جوانی که میری تو خیابون و مثلا شیشه بانک میشکنی، مادرتو از گیسوانش آویزان میکنم، هیچ غلطی نمیتونم بکنم. اصلا یه چیزی بهتون بگم برای اینکه بدونید، یکی از دوستان پرسید آقا شما مصاحبه چند نفر بهتون زنگ زدن نمیکنید؟ گفتم اینا راجع به ریستارت دارن میگن مصاحبه کن، نه اپوزیسیون ریستارت. اینا داره راجع به برنامه‌ای حرف میزنن که تولید شده موسی است، تولید شده انسان کامله، یعنی با اجازه انسان کامل من دارم این برنامه رو پخش میکنم و من کاری توش نیستم که مصاحبه کنم. کجا دیدی که عیسی مصاحبه کنه؟ کجا دیدی موسی مصاحبه کنه؟ این برنامه مال تصوف و عرفانه، من کاری نیستم که راجعش تصمیم میگیرم.
اما اگر راجع به اپوزیسیون ریستارت دارن حرف میزنن، شما میخواین رژیم عوض کنین، چجوری میخواین عوض کنین، چه کارهایی کردین، چه قدرتای فلان، بله اشکال نداره راجعش فکر میکنم. من راجع به ریستارت مصاحبه نمیکنم، زیرا که عیسی هیچ وقت مصاحبه نکرد. اما راجع به اپوزیسیون ریستارت، درهای این امپراتوری تصوف، یعنی در اصل درهای لبخندهای ریستارتی ها به روی تمام رسانه ها بازه. نگاه میکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی برای اینکه خودشو نگرداره مجبور یواش یواش مردم رو بترسونه، این حرکت ها رو انجام بده. 5 مجبور مسخره کنه. همین حرفا راجب ترامپ زدن، ترامپ شد رئیس جمهور آمریکا، هموطن خوب نگاه کن، همین حرفا رو در طول تاریخ زدن. یه بچه دهاتی اردبیلی لاغر، دماغش بگیری میمیره، اومده میخواد 15 تا کشور که شدن ایران میخواد اینو پس بگیره. بعد چایسمون یکم صفوی رژیم عوض کرد. بچه دهاتی راست میگفتن، نگم موقع راست میگفتن، آخه لاغرو بزنیم تو دماغت میخوری زمین. ولی شایسمون یکم صفوی 15 تا کشور که ایران بود اون موقع رژیمش عوض کرد. یه بچه کمدی لوس بیمزه به نام ترامپ میخواد بشه رئیس جمهور در کنار هیلاری کلینتون، با خاندان ننه سیاستمدار، خواهر ننه سیاستمدار. هیلاری کلینتون زنی که مادر پدرش ریاست سیاستمدار، شوهرش سیاستمدار، خارشوهرش سیاستمدار. ولی ترامپ شد رئیس جمهور آمریکا و زد دهن و سرویس کرد واقعا. و نگرش هم نگرش تا حدودی تصوفی بوده دیگه. چرا؟ بخاطر که دیالوگاش راجبش معلومه که دیالوگاشو گوش کنی. یا دفاع از کردستان، خیلی ما الان ریستارتی کرد داریم، اینا خودش مهمه. اینا حالا هر ریستارت جمهوری میتونه یه بار دفاع کنه، دو بار حرف بزنه، دیگه نمیتونه هر روز اسلحه برداره بزنیم، مراقب اینا هستیم که. ولی این شومن دلغک بیچاره که یک مصاحبه چیزی متن رادیو زمانه و دو سه تا رادیوهای فردا و بی بی سی فکر میکنم و نمیدونم زده بودن که میگفتن آره حسینی منو با ترامپ مقایسه کرده بودن. ببین پسر خوب، اصلا ما کاری به هیچ کس نداریم، ولی این دلقه که به نام ترامپ واقعا شد رئیس جمهور آمریکا دیگه. چه غلطی جمهوری اسلامی که این همه میلیارد خرج کردن؟ انگلیس پشت خانم هیلاری کلینتون بود، آلمان بود، فرانسه بود، الان هم میبینید که این کارا داره انجام میده. مرحله بعدی، بعد از اینکه بترسونن شما رو، شما گوش نکنین که قطعاً هم پیروز نخواهند شد، بعد از اینکه مسخرتون کنن، بعد از اینکه اسمس بزنن که نکنین کارو، ساعتی 11 بعد حکومت نظامی بیرون نرو از این حرفا، و بعد از اینکه خیلی کارهای دیگه کردن، هنرمندا علیه شماها فوش دادن و جدیدن این هنرمندایی که این بزی گوش نشسته بودن، همه حالا میخوان حرف بزنن، همه دوستان حرف بزنن دیگه. بله ریستارت. بعد از این کارا باید چیکار کنن؟ دیگه باید بیان اعلام کنن که آقا حسینی نابغه است، مرد بزرگ، هوش بزرگ. چرا این کارو میخوان بکنن؟ چرا مجبورن که بعضی از رسانه‌هاشون اعلام کنن من نابغم؟ میدونی چرا؟ برات بگم. برای اینکه ریستارتیا با دل تصوف و عرفان و ریستارت دارن عمل میکنن. اینا برای اینکه بفهمونن ریستارت الهی نیست، میان منو نابغه معرفی میکنن، یا دانشمند و پروفسور و فیلسوفر، تا قدرت تصوف و عرفان رو کم کنن. یعنی اون کسی که داره میره سنگ بزنه تو شیشه، بگن آقا تو برای سواد حسینی داری میری، نه برای دل انسان کامل. اینا یک تخصصش نیست به زودی انجام خواهند. نابغه قرن، مرد بزرگ حسینی، نه ریستارت مال من نیست. خوشگلم ریستارت معجزه 7 قرنه و من اجازه پخششو داشتم و شاه اسماعیل یکم صفوی اجازه پخش داشت که تونست کشور رو بگیره. ریستارت هر وقت اومده رژیم رو عوض کرده، هموطن، هر وقت تصمیم گرفتن، یعنی هر وقت که به ذهن انسان کامل خطور کنه، اشتباهی هم خطور کنه، یعنی داره میره دوش بگیره خطور کنه، رژیم عوض میشه. همه دشمنان میشن وسیله قدرت ریستارت.
درسته که میاد مینویسه شیطان پرست، اما نمیدونه که تمام رسانه ها میترکونن که ریستارت و اینجوری عمله میشه به تلگرام من که اصلا نمیتونم دیگه جواب بدم و همه دارن ریستارت گوش میکنن و همه ایرانی ها ریستارت میدن. دوش عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یعنی اگر انسان کامل خواهد، و میبینیم که این قدرت اتفاق میفته. یک طرحهای چالش سنگ، چالش رنگ، فکر کن تو با سه تا چالش کل کشور اخته و هیچ کسی هم کشته نشده، هیچ اتفاق خطرناک، فقط فیزیک و ریاضی و هوش توش بوده. یعنی روندی که شما ریستارتی‌ها با قدرت و خرد خودتون دارین انجام میدین و با هوش دارین انجام میدین. چرا؟ چون اصلا ریستارت با هوشا رو جذب میکنه، بابا این آهنا رو جذب میکنه. زیادم زیر آهن رو با بمونی خودت میشه آهن رو با. به همین خاطر گفتم که همه آهنهایی که جذب آهن ربای تصوف و عرفان میشن گارد ویژن. حالا یکیشون آهن ربامون لا میشه دیگه، میدان مغناطیسی کاری میکنه یا توش میشه بنده تا. این اشکال نداره، این همشون اون تو هن، همه مساوی هن، همه شبیه هن و اون نیروی هوایی و دریایی و زمینی نداره. امپراتوری تصوف همه یک رنگ، همه یه جوریم، هیچ فرق بین من و تو وجود نداره. حالا یکی تو اینا دلش بیشتر میلرزه، گریه بیشتر میکنه، خوابش نمیره، از زجری که مردم داره دولت میده خوابش نمیره، این حمله میکنه و این اتفاقات میفته. پس ما عملا برای تغییر رژیم رفتیم. مرحله بعدی رژیم اینه که رو موج ریستارت سوار شه که من توضیح دادم اول برنامه. یعنی بیاد چیکار کنه؟ بیاد ریستارتی معرفی میکنه، میره یک مدرسه آتیش میزنه، دو تا بچه دبستانی اونتونن سرایدارشون توه. پس تا من تایید نکردم هیچ چیزی راجع به ریستارت نیست. اینو شما نفوذیای اونا. میره اونجا بچه سفیر رو گرگان میگیره. ریستارت، ریستارت. تا اعلام ما نکردیم هیچ حرکت از ریستارت انجام نشده. این نفوذیای وزارت اطلاعاتی که میخوان رو موجش سوار شن و اعلام کنن که ما تروریستیم. و اون رازی که وسط برنامه میخواستم بگم و نگفتم و الان باید بگم اینه که یادت باشه برای فتح مکه، تا فتح مکه اون زمانی که همین اتفاقات افتاد محمد ابن عبدالله یک کشته بیشتر نداد، میگن دوتا کشته داد. ریستارت کشته نمیده، کشتش هم 7-8 10 تا دونه است. اما چالش بعد از چالش آتش اسمش چالشیه که وقتی اعلام بشه من فکر میکنم که خیلی ها به شلوارشون بله، چون اون یک چالش بسیار عجیب و خاصیه که بعد از چالش آتش انجام خواهد شد. کار دیگه هم که بعد شما روی سارتی و حواستون باشه تفرقه بین وحدت وجودی هست. یعنی چی؟ میرم به فلان وحدت وجودی میگن که آقا بگو حسینی مال ما نیست. خب وحدت وجودی همه نگرش تصوف و عرفانی دارن و ما هم دوستشون داریم، ولی برنامه ریستارت با اجازه انسان کامله و مستقیما فقط بعد از 700 ساله و هیچ کس هم نمیتونه جلوش وایسته. هر کسی که وحدت وجودی باشه، یه خورده باهوش باشه، قطعا میفهمه که ریستارت معجزه 700 ساله است. احتیاج نداره شما توجیه کنید یا توضیح بدید، مگر اینکه خود خنگ باشه از نظر فکری، که اونم اشکال نداره. اگه خنگ باشه یه خود دوباره راه میفته، 4-5 روز بعدش 10 روز بعدش میفهمه. چالش آتش به دو قسمت تقسیم میشه. چالش آتش اموال حکومتی و دولتی که به شما خواهم گفت و چالش بیداری ملتی. پس چالش آتش که بعدا توضیح میدم به چالش آتش اموال دولتی و به چالش بیداری ملتی تقسیم میشه که دو تا 13 روزه. بعدها توضیح خواهیم داد که چگونه، کجاها، به چه روش این کار رو بکنید. ببینیم آیا در 15 روز اول در چالش آتش دولتی میتوانیم کاری کنیم که اپوزیسیون ریستار جهانی شود، و اگر جهانی نشد به چالش آتش ملتی میپردازیم که اونم یه سبک جدیدیه و ما رو جهانی خواهد کرد. هدف اینه که اپوزیسیون ریستارت در جهان بشناسن و بدونن که
اپوزیسیونی وجود داره که میخواد رژیم رو عوض کنه و این کارو داره میکنه. و اگر فکر میکنن کشورها که میتونن جلوگیری کنن، کور خوندن. سلاش آتش هم خدمت شما خواهیم گفت. تبریک میگم اولا بهتون به خاطر قدرتتون. واقعا من خودم فکر میکردم که 25 روز طول میکشه تا صدای ما به کل ایرانیا برسه در چالش سنگ. واقعا اگه بخوام دروغ نگم 9 روز شما این کارو کردین. ببینیم چالش آتش که از 20 آبان آغاز خواهد شد تا 20 آذر چالش آتش، ببینیم چند روزه گارد ویژه ریستارت ما را جهانی میکند. ما جهانی میشویم زیرا تو جهانی هستی، ریستارتی. ما به عنوان قهرمان در جهان مطرح میشویم زیرا که تو قهرمان هستی، ریستارتی. تو کاری رو که 40 سال اپوزیسیون ها مثل بز نشسته بودن رو و نه هیچ غلطی نمیتونستن بکنن رو در عرض 9 روز عملا و در عرض 1 سال گفتارن انجام دادی. خوابیدی روی این مال، قیمت مال رفت بالا، قیمت ارزش مال معنویت رفت بالا. 1 سال سختی کشیدیم هممون با هم، اما ایران همه ریستارت رو میشناسن. هم خاطر شما هم ریستارتی عزیز با مهربونی با بقیه صحبت کنید که اونایی که بیچاره ها در جریان نیستن یا خیلی بسیجی هایی که برگشتن، ما تو سپاه هم آدم داریم الان واقعا ریستارتی، واقعا ریستارت میره تو دلشون، کاری هم نمیتونن بکنن. این کارا رو انجام بدید و با مهربونی اونها رو برگردونید، بهشون توضیح بدید تا بفهمن که چه خبر هست. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. شب بخیران 78 رو. و باز هم تاکید میکنیم که در چالش آتش ما پودر نلسون ماندلا رو به گاندی اضافه خواهیم کرد، مگر اینکه جهان باهوش باشه و زودتر ما را جهانی کند. بدرود. ریشه ظلم و ستم و وقتشه از جا بکنی، وقتشه دیگه من و تو رد بشیم از تاریکی ها، خافیه هرچی ما رو بود فرقه بودیم به ناکجا. واجه الله و دیگه وقتشه با دید شنا، نوبت وقتت چه بشه هرچی بخوای و میشه زار، هیچکیه میتونه دیگه صد کنه این را خوده ها، دنیا رو آباد میکنیم ما بردت وجودی ها. داری استاتی من همدم و همراه منی، ریشه به ظلم و ستم و وقتشه از جا بکنیم.